سلام، به ششمین درس از سلسله درس های مقاومت مدنی میرسیم. اگر خاطرتون باشه در درس های قبلی در درس اول به نخستین سوالات در خصوص مقاومت مدنی پاسخ دادیم، در درس دوم به لزوم برنامه ریزی در مقاومت مدنی رسیدیم و برنامه ریزی استراتژیک رو بحث کردیم، از جلسه سوم بحث چکلیست مقاومت مدنی رو مطرح کردیم که حاصل کار آقای پیتر اکرمن و هاردی مریمن بود، چکلیستی که مطمئن باشیم در برنامه ریزی مقاومت مدنی نکته ای رو از دست ندادیم. در این سلسله بحث های چکلیست در درس سوم، چهارم و پنجم تا اینجا بحث اتحاد، برنامه ریزی و حفظ دیسیپلین مقاومت مدنی رو صحبت کردیم و رسیدیم به موضوع اینکه چگونه ترس مردم در برنامه ریزی باید زائل شه و مطمئن باشیم که پیوستن به مقاومت مدنی افزایش داره و چگونه در واقع بتوانیم شکاف لازم رو در حکومت به خصوص در نیروهای سرکوبگر حکومت ایجاد بکنیم. یک سوال رو که یکی از دوستان مطرح کرده بی جا نمیدونم که در این درس ششم با شما در میون بگذارم و اون نقش خارجی و رسانه های بین المللی، سازمان های بین المللی، دولت های بیگانه در مقاومت مدنی است. اصولا وقتی که ما وارد این قبیل مبارزات میشیم، سه بازیگر اصلی هستند: مردم، حکومت، جامعه بین المللی. هیچ مبارزه مدنی به پیروزی نرسیده مگر مردم توانستند، فعالین جنبش و کسانی که مبارزه مردم رو به پیش می بردن توانسته باشن جامعه بین المللی رو با خودشون همراه بکنن. مواردی بوده که جامعه بین المللی، دولت ها حداقل پشتیبانی از حکومت استبدادی و سرکوبگر می کردن، اما مبارزین موفق شدن سازمان های غیر دولتی، رسانه های بین المللی، احزاب رقیب و حتی پارلمان ها رو با خودشون همراه کنن و نهایتا سیاست دولت ها رو هم عوض بکنن. باید در نظر داشته باشیم وقتی میگیم جامعه بین المللی، مراد مجموعه امکاناتی است که بیرون از کشور ما وجود داره. رسانه ها یک بخش اون هستند، سازمان های غیر دولتی یک بخش هستند، سازمان های جهانی مثل سازمان ملل، سازمان بین المللی کار و ده ها سازمان از این قبیل یک بخش جامعه بین المللی هستند، احزاب سیاسی و سازمان های سیاسی یک بخش هستند، شخصیت های سرشناس بین المللی بخش دیگری هستند، استفاده از هنرمندان، ورزشکاران و به اصطلاح چهره های محبوب و جهانی یک بخش دیگه هستند، دولت ها هم بخش دیگه ای هستند که خود دولت ها هم درشون پارلمان ها هستند، خود دستگاه اجرایی هستش و ما باید بتوانیم که برای پشتیبانی از مبارزه ای که در جریانه با هر کدوم از این بخش ها به درستی ارتباط بگیریم و اونها رو پشتیبان مبارزه آزادی خواهانه مردممون بکنیم. این بخش از مبارزه بار مسئولیتش به دوش مبارزین است که در خارج از کشور حضور دارند و بیش از هر چیزی اونها هستند که با تعامل با جنبش در داخل و درست ارتباط داشتن با اونها بتوانند بخش های مختلفی که صحبت کردیم و با مبارزات مردم همراه بکنند. در ادامه بحث برنامه ریزی جنبش مدنی و چکلیستی که دنبال می کردیم، یک یادآوری بکنم که در جلسه گذشته بعد از سه بحث اتحاد، برنامه ریزی و حفظ انضباط مبارزات بیخشونت به مشارکت مدنی رسیدیم و اینکه چگونه تعداد و تنوع شرکت کنندگان در
مبارزه علیه دیکتاتوری رو به رشد قرار بگیره. توضیح دادیم که تنوع کافی در تاکتیک ها باید داشت تا ریسک شرکت در مبارزه متناسب با تنوع فرهنگی هر بخش از جامعه کاهش پیدا کنه، متناسب بشه با هر بخشی از جنبش. هدف استراتژیک جنبش در سلسله فعالیت‌هاش رو باید بتونیم توضیح بدیم، منتقل بکنیم، چرا که این کار هم کمک میکنه اشخاص دودل شده حکومتی و سرکوبگران بالقوه جدا بشن و هم اینکه کمک میکنه به اینکه کنترل دیکتاتور بر همه امور کاهش پیدا کنه و ترس مردم کم بشه و دلیریشون برای اقدام متقابل افزایش پیدا بکنه و همینطور هم ریسک جدا شدن از حکومت رو کاهش بده. این بحث رو در جلسه گذشته انجام دادیم و در این جلسه در ادامه چکلیست و مسئله پیوستن مردم به جنبش به این سوال میرسیم که در واقع چجوری میشه سرکوب حکومت رو کاهش داد، تأثیرش رو و کم کرد، تأثیری رو که مردم رو منصرف میکنه از مشارکت در اکسیون هایی که ما داریم طراحی میکنه. در واقع این سرفصل تبدیل میشه به این سوال: آیا تأثیر سرکوب دیکتاتور در جهتی کاهش مییابد که مردم اقدام متقابل بکنند؟ برای پاسخ به این سوال در واقع میایم سراغ این چهار سوال، به شکل چهار سوال این رو دستبندی میکنیم. آیا جنبش پناهگاه های امنی برای کسانی که هدف سرکوب قرار میگیرند میتواند فراهم کند؟ یعنی جنبش به این ترتیب وقتی که صحبت از این میکنیم پناهگاه امن، فقط این نیست که جنبش بتواند مثلا یک مبارزی رو مخفی بکنه یا از کشور خارج بکنه یا اجازه نده که بهش دسترسی داشته باشه، بلکه این سوال به این معنی است که برنامه داشته باشیم که پشت بسیاری کارهای قانونی بتونن فعالین پناهگاه امن داشته باشن. مثلا در امر اعتصاب چگونه میشه اعتصاب به سبک ایتالیایی انجام داد، در واقع کار رو لنگ کرد، یا از چارچوب‌های قانونی استفاده کرد و کاری رو که خلاف قانون نیست انجام داد، پوشش امن درست کرد ولی ذیل اون عملاً کار رو لنگ کرد، یا مثلا اکسیون هایی که مردم به راحتی میتونن در خونهشون انجام بدن، مثل خاموش کردن چراغ یا روشن کردن شمع یا مسائلی از این قبیل، در جنبش خودمون مثل الله اکبر گفتن سر بام یا زدن روی بشقاب و کاسه و غیره در جنبش های دیگه که عملا امکان سرکوب رو کم میکنه و مردم رو حاشیه امنی براشون درست میکنه که در اون حاشیه امن، در اون پناهگاه امن بتوانن به اکسیونی که دعوت شده بپیوندن. سوال دیگه در این چکلیست این است که آیا جنبش میتونه صدمات حقوقی، اقتصادی و فیزیکی به پشتیبانانش رو کاهش بده؟ اینجا در واقع طراحی روش هایی است که بشود این صدمات رو کاهش داد. مثلا در جنبش صربستان طراحی میکردند که هر کسی دستگیر میشه بلافاصله چند صد نفر بریزن جلوی اون کلانتری، ایستگاه پلیس، سر و صدا کنن، تظاهرات کنن و عملا باعث آزادی بشن. یا اگر کسی خدای نکرده دستگیر شد بشود به خانوادش رسیدگی کرد، بنیه مالی رو تدارک کرد، اگر کسی زخمی شد بشود که اون رو
درمان کرد بدون اینکه در خطر بیمارستان قرار بگیره و اینکه سرکوبگرا برن و از بیمارستان دستگیر کنند. در جنبش سبز به خوبی گروهی از پزشکان عملاً بیمارستان‌های زیرزمینی در خونه‌ها درست کردند که تعدادی از زخمی‌ها رو به اونجا می‌بردند و درمان می‌کردند. آیا جنبش می‌تونه جامعه بین‌المللی رو برای جلوگیری از سرکوب با خودش همراه بسازه؟ این اون بحثی است که در ابتدای این درس هم مطرح کردیم. انحصاراً این از کارهایی است که فعالین خارج کشور میتونند انجام بدن. اگر ما جامعه بین المللی رو درست در جریان بذاریم، نهادهایی رو که میتونن به ما کمک بکنن قبلا باهاشون صحبت کرده باشیم، مطبوعات، رادیو تلویزیون ها، سازمان های مدنی و غیره به همراهی با جنبش بپردازند، هزینه سرکوب رو برای حکومت بالا میبریم و دست کم از پاره سرکوب ها ناچار میشه چشم بپوشه به دلیل فضایی که در جو بین المللی ساخته میشه و یک مقداری میدون رو برای مبارزین به این ترتیب ما بازتر میکنه. و آخرین سوال در این قسمت این است که آیا جنبش میتواند امکان مقابله با حکومت رو افزایش بده و هزینه سرکوب رو بالا ببره؟ در واقع طراحی اکسیون هایی که مقطع مشارکت مردم رو افزایش بده، درصد مشارکت رو بالا ببره و هزینه سرکوب رو به این ترتیب برای حکومت افزایش بده، این به نوعی متصل است با اون چیزی که به اصل عدد معروفه. در مقاومت مدنی هرچقدر تعداد مشارکت کنندگان بیشتر باشه امکان سرکوب کمتره و حکومت ها هزینه بیشتری باید بپردازند برای سرکوب. نافرمانی های مدنی، عدم همکاری ها، اکسیون هایی که به راحتی بتونند گروه های بزرگی از مردم ولو در یک بخش اجتماعی مثل معلمین، مثل دانشجویان، مثل کارگران یا عموم مردم بتوانند در اون مشارکت داشته باشند، امکان مقابله با حکومت افزایش پیدا میکنه و امکان سرکوب برای حکومت سخت‌تر میشه. اگرچه حکومت‌هایی مثل جمهوری اسلامی سعی میکنند با برخورد با ولو تعدادی اندک زهر چشم بگیرن، ترس ایجاد کنن، ولی در عمل اگر تعداد از یک حدی بیشتر باشه اون وقت این امکان هم از حکومت سلب میشه. فرض کنید الان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره سعی میکنه که با ایجاد ترس مشارکت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو نشون بده خطرناکه و عملاً منصرف بکنه که از این ابزار مهم استفاده بشه. اگر امکانات مقابله رو ما افزایش بدیم، تعداد زیادی که الان چند میلیون نفر هستن در این شبکه ها حضور داشته باشن، اطلاع رسانی های به موقع بشه، اون وقت هزینه سرکوب که در این زمینه میشه دستگیری تعدادی معدود یا بستن این شبکه‌های اجتماعی برای حکومت بالا میره و عملاً امکان مقابلش کاهش پیدا میکنه. قبل از اینکه به آخرین بحث برسیم که در جلسه آینده به اون میپردازیم و آخرین بخش از برنامه ریزی و چکلیست برنامه ریزی مقاومت مدنی است که نحوه شکاف در حکومت و پیوستن نیروهای سرکوبگر به مردمه، در این جلسه از بین مثالها و جنبشها به آفریقای جنوبی خواهیم پرداخت، جنبش ضد آپارتاید و رژیم سرکوبگر تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی که در مقابل مقاومت مدنی زانو زد و عملاً در انتها تسلیم شد. این بررسی از جنبش آفریقای جنوبی رو طی این جلسه و جلسه آینده پی خواهیم گرفت.
در پایان هر هفته آنان قربانیان را دفن می کردند. اگر یک سال اخبار گلوله خوردن جوانان به دست پلیس مانند گزارش هوا عادی شده بود. آن را قیام می خواندند. میلیون ها تن از سیاهان آفریقای جنوبی برای برابری و پایان دادن به تبعیض نژادی مبارزه خود را شدت بخشیده بودند. نیروهای امنیتی در شهرهای سیاه نشین شدت عمل بیشتری به خرج می دادند که باعث تحریک بیشتر جوانان خشمگین می شد. تا تماشاچیان بیگناه نیز در جریان بروز خشونت‌های خونین گرفتار می‌شدند. نسل جدیدی از رهبران سیاهان در شهر که از خونریزی‌ها به وحشت افتاده بودند، در پی یافتن راه‌های تازه و سازماندهی برای مقابله برآمدند. در بندر الیزابت مکسل جک 27 ساله از نوجوانی در فعالیت‌های تجهیز جوانان بود. آنچه در شهرک‌ها می‌گذشت ایجاد یک نوع ناامیدی کرده بود و جوانان با دست‌های خالی با پلیس درگیری پیدا می‌کردند و پلیس بدون هیچ ترحمی به روی آنها آتش می‌گشود. اینجا بود که تصمیم گرفتیم ماهیت واقعی پلیس را آشکار کرده و درگیری‌ها را به محلات و جلوی خانه‌های خودشان بکشانیم. دو مایل دورتر سفیدپوستان بندر الیزابت از کشمکش بی‌خبر بودند. روزنامه‌های ارگان سفیدپوستان و تلویزیون دولتی درگیری‌های شهرک‌ها را گزارش نمی‌کردند. ولی عده‌ای از سفیدپوستان به نهضت ضد تبعیض نژادی پیوسته بودند. یکی از آنان جنت چری، یک مددکار اجتماعی جوان و عضو کنگره ملی آفریقاییان بود. هدف کشاندن درگیری به مناطق سفید بود، نه به خاطر یک انگیزه نژادی، بلکه تنها در صورت بروز فشار و ضربه در خارج از شهرک‌ها دولت آسیب پذیر می‌شد. نهضت مبارزان سیاه در حال رشد بود. در سال 1983 اتحاد دموکراتیک پیشرو به عنوان یک چتر ملی شامل 600 گروه محلی، کلیسا، تیم‌های ورزشی و گروه‌های زنان تشکیل شد. در پی توسعه این نهضت، هرچه بیشتر و بیشتر آن، نیروهای امنیتی برای سرکوبی آنها با مشکل بزرگتری روبرو شدند. زیرا اکنون مراکز بزرگتری از مقاومت در جامعه ایجاد شده و همه سعی داشتند در مبارزه برای کسب عدالت شریک شوند و به تدریج هر کس رول خود را یافت. در ماه می 1985 بسیاری از زنان با مراجعه به رهبران نهضت‌های سیاه‌پوستان در بندر الیزابت پیشنهاد تحریم فروشگاه‌های سفیدپوستان را کرد. چون این تحریمی در مسیر هدف مکسلی جک برای در فشار قرار دادن سفیدپوستان مؤثر بود. اما هنگ کنندگان تحریم فقط چند هفته فرصت داشتند که 500,000 تن از مردم را متقاعد سازند که فقط از داخل شهرک‌ها خریداری کنند. باید همه خریدهایشان را به شهرک ها منحصر کرده و مغازه‌داران سیاه نیز مقدار زیادی از احتیاجات اولیه را که لازمه یک تحریم و مبارزه طولانی بود انبار می‌کرد. مراسم تدفین پایان هفته تنها اجتماع عمومی غیر ممنوع و تنها فرصت سیاه پوستان برای جلب حمایت از بایکوت بود. دو روز پیش از آغاز تحریم
مکسلی جک سخنران اصلی اجتماع بود. دوشنبه مانند تمام روزهای دیگر به نظر می آمد، ولی ساعت 10 صبح تفاوت آشکار شد. قسمت شمالی شهر که معمولاً از خریداران سیاه پوست موج می زد کاملاً خالی بود. ناظران تحریم انجام 100% تحریم را گزارش کرد. تحریم آخرین تاکتیک در طول قیام 10 ماه بود، ولی در مدت 5 روز به صورت مؤثرترین سلاح مبارزه درآمد و به نقاط دیگر نیز سرایت می‌کرد. یک خطر جدی برای رژیم. این گونه اعمال بیش از این تحمل نخواهد شد. طبق لایحه 3 قانون حفظ امنیت عمومی، این دولت تصمیم به اعلام وضعیت اضطراری گرفته است. نواحی بندر الیزابت، آلبانی، یوتن هاگ، کراداک، بدفورد، سامرست، ارتش رژیم آپارتاید شهرک ها را اشغال کردند. رفت و آمد ها محدود شد و حکومت نظامی شب و روز برقرار کرد. صدها نفر دستگیر شدند. پسران جوان به خصوص هدف رفتار وحشیانه واقع شدند، ولی سرکوبی ها باعث از میان رفتن تحریم نشد. نیروهای امنیتی رژیم موفقیت کمی در یافتن رهبران قیام داشتند، زیرا بسیاری از آنها ناشناس و در میان مراکز و کمیته های مبارزه خیابانی پراکنده بود. اعلام حالت فوق‌العاده نشانه دستپاچگی رژیم و تأثیر تاکتیک ما بود. آنها آمدن ما را احساس می‌کردند. بنابراین اعلام وضعیت فوق‌العاده عکس‌العمل آنها برای استمرار تبعیض نژادی بود. و این مشخص می‌کرد که ما رژیم تبعیض نژادی را دچار بحران کردیم و فقط نیاز به فشار بیشتر و بیشتری بود. و ما آماده بودیم. در همون 3 هفته اول فروشگاه ها شروع به تعطیل کردن. باور میکنی؟ این یک جشن آزادی بود. هر مغازه‌ای که تعطیل میشد ما جشن میگرفتیم. یکی دیگر و ما باز شکر میکردیم. مکسلی جک برای جلوگیری از بازداشت پنهان شده و از خانه‌ای به خانه دیگر میرفت و در این حال با کمیته تحریم مشورت میکرد. آنها شرایط دیگری به فهرست خواستهایشان برای پایان دادن به تحریم اضافه کردند. ما خواسته های اساسی داشتیم و امروز اگر با آنها نگاه کنید خواسته های بسیار ساده‌ای بودند، مثل اجازه ورود به اماکن و تسهیلات عمومی، خروج نیروها از محلات سیاه نشین و پایان تبعیض در محل کار و غیره، و خلاصه دسترسی به حقوقی که ما از آنها محروم بودیم. همچنین ما شرایط دیگری نیز داشتیم، نظیر آزادی نلسون ماندلا. ولی هر کس میشنید میگفت نه نه، این غیر ممکن است، این شرط را فراموش کنید. و ما را از تقاضای این شرط برحذر میکردند. ما انقدر صبر کردیم تا کارت به استخوانشان برسد، وگرنه فایده حساب چه بود؟ منتظر ماندیم چون چیزی از دست نمی‌دادیم، ولی اونها هزاران هزار می‌باختند. و سرانجام اتاق بازرگانی اعلام کرد مایل به مذاکره با ماست.
many of the demands we have, most of the demands in fact we have every sympathy with. رئیس اتاق بازرگانی پس از ملاقات با رهبران تحریم به خبرنگاران چنین گفت: there are demands which we can address directly and those we obviously will. There are others which have to be addressed by the government and we feel there that it's our duty and responsibility. جک که سالها مشهور به رهبری جوانان بود، اکنون به عنوان سخنگوی کمیته تحریم به صورت یک خطر جدی برای رژیم در آمده بود. او یک آشوبگر دو آتشه و فعال مبارزاتی به معنی واقعی کلمه بود. کلونل لارنس دوپلسیس رئیس اداره جاسوسی ارتش در ایالت کیپ شرقی بود. آنها واقعا جرمی مرتکب نشده بودند. می گفتند نمی خواهند خرید کنند. این که جرم نیست. ولی یک اقدام همگانی بود. چه کار می شد کرد؟ شما نمی توانید همه را به گلوله ببندید و یا زندانی کنید. شیوه خیلی موثری بود. گاندی آن را ابداع کرد. مبارزه منفی. هنگامی که نیروهای امنیتی از عدم خاتمه تحریم مطلع شدند، دست به اقدام زدند. در شب دوم اوت، جک و رهبران تحریم دستگیر و به زندان سنتالبان برده شدند. پس از آنکه رژیم مصمم شد همه را به زندان بیاندازد، بیاد دارم که در سال 1985 به عنوان حالت فوق‌العاده حدود 30,000 نفر را به زندان انداخت. به هنگام که سران قیام را بازداشت کرد، هرچه بیشتر به بحران و وخامت اوضاع افزود. آفریقای جنوبی را به چنین شرایط سرکوب و هرج و مرج کشید. طغیان بی اختیار جوانان خشمگین در این زمان جنبش را به مخاطره آورد. از میان کسانی که شهامت هشدار چنین خطری را داشتند، باید اسقف دزموند توتو را نام برد. به پایان ششمین درس از سلسله درس های مقاومت مدنی رسیدیم. تا جلسه آینده همگی رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.